بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو بازم مطابقت ها را درسایش میگم براتون. در ویدیو قبلی فقط یک مطابقت به تان دو چطور انکشافش میدادن از جنس ترکیب هم گفتم، انکشاف خود مطابقت که ایجی مبی کل مربع بود، منفی بی کل مربع از جنس امی دو حالتش بود که براتون گفتم کلش. در این بخش در این ویدیو به توانسی اگر باشه چطور انکشافش میدین. خب اینجا شکل انکشاف یافته عمومی یک مطابقت بیتان میگم درست بفهمین. خب اگر داشته باشیم ببینه A مثبت باشه یا منفی باشه، B کل به توان A. یک ویدیو خب مکمل به توان دو انکشاف دادیم، ولی به توان این اگر قرار سوال باشه در کنکور اگر شکل عمومی انکشاف مطابقت ها اگر باشه چطور انکشافش میدی ببینین. خب توانش وقتی که دو بود دو با صفر نشه میکنیم، یکی توانش این است این ترکیب با صفر نشه میکنیم. حالا مثبت باشه مثبت، مثبت باشه خب کلش مثبت میشن. خب امیر مثبت در نظر بگیریم که بغمشین این ترکیب با صفر شد. بعد از خب باشه این ترکیب با صفر A به توان N مثبت است، بعد از این ترکیب با یک اینجا باز مثبت، A به توان A به توان توان N یک کم میشه، B اضافه میشه، بعد از علامت مثبت است مثبت، علامت مثبت است مثبت، این ترکیب با صفر، این ترکیب با یک، این ترکیب با دو، این ترکیب با دو، این تو. خب متفاوت تر بیایی که درست بفهمین، این ای به توان این منفی دو میشه، بی به توان یک بود دوباره اضافه میشه، توانش یک باشه اینجا باز دو میشه. خب باز مثبت اینجا سه دانه ایتو نقطه که یعنی ایرامه داره تا آخر، باز علامش مثبته، علامش مثبته، علامش مثبت است. اینجا این ترکیب با این آخرش کل به توان ای خلاص میشه، یعنی ای به توان این منفی این با دو این منفی دو میشه، این با یک این منفی یک میشه، بی توانش اضافه شد، خاص ای یک کم میشه به بی اضافه میشه. این شکل انکشاف یافته عمومی یک مطابقت است. خب آخری از این ای خلاص میشه، تنها بی به توان این میمانه. ای بود شکل انکشاف یافته عمومی یک مطابقت دو حده باشه، دو حده باشه به توان دو یه طور انکشافش میدنه. یعنی قرار سال در کنکور اگر ای داده شود امی که در چهار جواب میه باید درست بفهمید، یعنی انکشاف با این نوم هاست از جنس ترکیبایش. خب این شکل عمومیش بود که باید بفهمیده باشین. سوال اول، سوال اول نشه بکنم A جمع B کل به توان C باشه. ببینین چطور اینطوری اصلا خیلی ساده است، هیچ زحمت در زحمت قرار نمیگیرین، هیچ زحمت نمیکشین، اصلا اصلا به فکر زحمت نمیشین. و توان سه باشه مستقیم ببینین سه با صفر، وقتی ای به توان کل به توان سه است، ای به توان سه مثبت است، کلش مثبت، سه با صفر بود، سه با یک، ای یک کم میشه یعنی دو میشه، بی اضافه میشه، باز مثبت، سه ترکیب با دو این تو، باز ای یک کم میشه، توانش دو بود توانش یک میشه، بی یک بود اضافه میشه دو میشه، آخرش هم سه ترکیب با سه، بی به توان چند، بی به توان سه. این تو انکشافش بدین، این بسیار راحته. سوال دومیش رو ببینین، سوال دومیش، سوال دوم اگر A منفی B باشه کل به توان C. ببینین دانه دانه نوشته میکنم که تفاوتاش فقط با علامه گکایش است، درست بفهمید. C ترکیب بازم با صفر، شروعش با صفر است، A به توان C علامه منفی است، باز اولش مثبت دومیش منفی، C ترکیب با یک، A مربع B مثبت منفی بود دیگهش مثبت میشه، سه ترکیب با دو، A B به توان دو، A یک کم شد، B اضافه شد، آخرش هم ببینین منفی است، مثبت منفی مثبت منفی منفی می آید، سه ترکیب با سه این تو، ببینین سه با صفر، سه با یک، سه با دو، سه با سه، آخرش هم A خلاص میشه،
بی اضافه می شود تا نسه ای تو انکشافش بدهین. یعنی از جنس ترکیبا انکشاف مطابقت ها را درست یاد بگیرین، خیلی خوب می آید. متوجه باشین اگر A منفی B کل به تان 4 اگر باشه، ببینین تان 4 است 4 با 0، ولی طریقه را خوب تر یاد گرفته باشین. A به تان 4 علامه منفی است، 4 با 1 4 با 1 A مکر، یکی کم بی اضافه مثبت، یکی کم بی اضافه را درست بفهمه که باز انکشافش نتیجه از این اعداد چی میشه در سالهای بعدی براتون میگم طریق عمومی شه. 4 با 1 بود ولی 4 با 2، یکی کم میشه 2 میشه، یک از 2 میشه اضافه میشه مثبت، 4 ترکیب با 3 باز. خب ا یکی کم میشه، بی اضافه میشه مثبت، آخرش هم 4 با 4 است، مثل از اینکه این با این است. ا خلاص میشه، ا به تان 0 میشه، اصلا 1 میشه، خلاص میشه بی به تان 4. به تان 4 انکشاف دادیم. خب سوال 4 در نظر بگیریم. سوال 4 مش متوجه باشین، اگر داشته باشیم x منفی y کل به تان 5 اگر باشه چطور؟ ببینین 5 با 0 نشه میکنین، توانش 5 است، x به تان 5 علامه منفی است، مثبت اولش باز منفی، 5 با 0 بود، 5 با 1 x یکی کم y اضافه مثبت، باز 5 با 2 x توانش یکی کم y اضافه. البته در هر مرحله از یا توانای متحول ها رو با هم جمع بکنیم باید توان ازیر پیدا شده، مثلا 1 و 4 5، 5 خودش 3 و 2 5، اگر مجموع توانا 5 شد بفهمین کشتی با مثبت بود دیگهش منفی، 5 ترکیب با 3 باز x یکی کم y اضافه، بازم مجموع توانش 5 میشه، منفی دیگهش مثبت. خب 5 ترکیب باز 4 باز x توانش یکی کم y اضافه 4، آخرش مثبت منفی میشه، 5 ترکیب با 4 بود، 5 ترکیب با 5 x به توان خلاص شد 0 میشه 1 میشه، تنها y به توان چند 4، وای گفتیم وای هم تو وای آمد بسیار خوبش آمد. خب انکشاف یک مطابقت از جنس ترکیبایش براتون گفتیم، این 4 سال رد برات براتون حل کردیم، درست فهمیده باشین. ادامه میتیم سوال پنجم، ولی نتیجه هم یا چطوری میشه و عمومی هم از آن دوا عادت دارین به از جنس ترکیب انکشاف دادنش شاید عادت نداشته باشین که عادت بکنه سوال در کنکور هی جمع بی کل مربع بیش آمده مکعبش نا آمده تانوست مکعبش هم گفتم یک تا از 4 انتخاب کردم، 5 انتخاب کردیم، شکل عمومی شه براتون گفتیم همینطوره. خب ولی شکل انکشاف یافتی عددیش نتیجه آخرش چه میشه؟ 3 ترکیب با 3. خب اصلا ترکیب ها را در بخش مطابقت ها دوباره میخوانید، برای فعلا نمیقدر بفهمید که توانش 3 باشه، 3 با 0، 3 با 1، 3 با 2، 3 با 3، باز A و بیش، A یکی کم بی اضافه، A یکی کم بی اضافه، یعنی شکل امواج بری توری می آید، این توری می آید کلش تو می آید، A یکی کم بی اضافه، امی حرکتی که میگم بیادتان بانه خلاصه. سوال پنجم آله دیگه انکشاف میدیم، سوال پنجم ببینین A جمع B کل به توان 3، ببینین چطور انکشافش میدیم. از این سه ترکیب ها گفتم بایدتان، ولی نتیجه آخر از چی میشه؟ این طریقه دیگه ایش هست که مستقیم به جواب میرسیم، A به تان 3، A به تان 3 خودش هرچی باشه مثبت. اینجا عددی که قرار میگنه، عددی که پیدا میشه، توان A ضرب ضریبش تقسیم تعداد، همین رو یک بار نشته بکنم، ببینین نشیش بکنم در انکشاف به این طریقه که میگم بایدتان، توان A، تنها A، توان A اینجا نوشته بکنم، توان A ضرب ضریبی یعنی توان A ضرب ضریبی A تقسیم تعداد حدودیش، این را باید بفهمید. نشته بکنم ولی ادامه بدیم، توان A ضرب ضریبش، توان A 3 است، ضرب ضریبش 1 است، ضریب A 1 است، 3 1 3 تقسیم تعداد حدود، تعداد حدیش فعلا اینجا چند تاست؟ 1 تاست، خواه 3 ضرب 1 3، 3 تقسیم 1 3،
باز ای یکی کم بی اضافه را قبلا گفتم درست بفهمین، ای توان سه بود یکی کم میشه دو میشه، بی اضافه میشه یک شد، مثبت توان ای ضرب ضریبش دو سه شش، شش تقسیم تعداد حدودش، تعداد حدودش یک تا اینجا یک تا اینجا دو تا شد، دو سه شش، شش تقسیم دو سه، باز ای یکی کم، ای یکی کم دو بود خو یک بشه بی اضافه، آخرش مثبت توان ای ضرب ضریبش یک ضرب سه، سه سه تقسیم سه یک میشه، آخرش چی شد؟ بی مکعب شد. خب باز در کنکور استفاده از خیلی زیاده، خودش شاید یک باری در کنکور آمده باشه اما استفاده از خیلی زیاده در کنکور که باید درست بفهمید. پنجم سوال ششم، ای منفی بی کل مکعب باشه، ببینید هم مکعبش مثبتش انکشاف ده یعنی منفیش انکشاف بتیم درست بفهمید، هدف از یاد گرفتن شد ماست، هدف از اینکه ویدیو را میبینیم مفید واقع شد و ایتون درست یاد بگیرین. ای وقت ای مکعب نشیش بکنیم علاوه منفی است منفی، توان ای ضرب ضریبش سه، ضرب ضریب نداره ضریبش یک است، تعدادش هم یک است، خب سه ای مربع بی مثبت دو سه شش، شش تقسیم دو سه، ای بی مربع منفی میشه، مثبت منفی مثبت منفی علامهش، توان ای یک، یک ضرب سه سه، سه تقسیم سه یک، بی هم مکعب میشه. تو خب وقتی که سوال زیاد حل بکنین خیلی راحت یارا میفهمید، بعد ای مکعب مثبت سه، ای مربع بی مثبت سه، ای بی مربع مثبت بی مکعب، این باید بفهمین کدام مطابقته، امی کدام مطابقته، خب امی مطابقت ای جمع بی کل بتوان سه است. سوال ششم، سوال هفتم اینجا حلش بکنم باش همجا یک سوال دیگه حل بکنیم. سوال هفتمش، اگر داشته باشیم x منفی y کل مکعب، خب منفی بی کل مکعب، x منفی y مکعب هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش یکسانه، باز هم انکشافش بدیم که درست یاد بگیریم، x مکعب منفی 3 x مربع y مثبت 3 x y مربع منفی y مکعب، ببینید یعنی هیچ توان ای ضرب ضریب، توان x ضرب ضریب تقسیم تعدادش هیچ نگفتم، مستقیم نشیش کردم، شما ما تو یاد بگیریم بفهمید. سوال هشتمش متوجه باشین، اگر داشته باشیم m مثبت n کل مکعب باشه، ببینید m مکعب مثبت 3 m مربع n مثبت 3 m n مربع مثبتم n مکعب، اینطوری حلش میکنین. سوال هشتم، سوال نهم، سوال هشتم سوال نهمش ببینید، یک از سوالای بانک سوالاتون حل میکنم براتون، ببینید a مکعب منفی 3 a مربع b مثبت 3 a b مربع منفی b مکعب مساوی 64 گفته شده، a منفی b مساوی چنده؟ ببین سوال خیلی ساده است، یعنی شما اصلا منفی b کل بتوان 3 a مثبت b کل بتوان 3 را انکشافش بفهمین. خب خود امی اصلا امی افاده که داده شده a منفی b کل بتوان 3 است، نشه بکنیم a منفی b کل بتوان 3 است، یعنی وقتی a منفی b کل بتوان 3 که انکشاف پیدا بده امی میشه، خب مساوی چنده؟ 64. ولی به خاطر که در a منفی b رو پیداش بکنین اینطوری جذر چندم میگیرین؟ سوم میگیرین، سه با سه خلاص، a منفی b مساوی جذر سوم 64 میشه 4، 4 بتوان 3 64، یعنی تو a منفی b را پیدا کردیم، هر دو طرف گفتیم جذر مکعب میگیرین، تو جذر سوم 64 هم چند میشه؟ 64. خب وقتی که انکشاف امی مطابقت آره و تانه سه باشه انکشافش که بفهمین بسیار تایید میه، یعنی در انکشاف مطابقت ها به تانه دو باشه، خب مستقیم گفتم به تانه چیتون انکشاف داده میشه، بعد توان سه شبه یک مقدارک مشکل که به تانه پیدا میشه، یعنی اول امی فرمت تأثیر باید بفهمین، یعنی ای منفی بی کل به تانه سه امی تو میشه، امی تو امی تو میشه، ای تو میشه. خب بفهمین. سال دهمش یه سال دیگه هم، سال دهم خب چه شکل سال نشه بکنم، 2x منفی 3y کل بتوان 3 باشه، ببینین انکشاف ازیره، چیزی که خیلی مهمه اینجا به خاطر که شیبا نکنین تشخیص دادن a و b هست، اینجا a 2x هست b 3y هست، یعنی میره یک بار این تو در نظر بگیریم، این تو این تو 2xش a هست 3yش چی هست b هست، یعنی a منفی b کل بتوان 3 هست، این انکشاف بتین متوجه باشین از زمین فرمت است، زمین فرمت است، یعنی a مربع منفی 3 a مربع b a مکعب منفی 3 a مربع b مثبت 3 a b مربع منفی b مکعب، فکران ذهنن باید بفهمید، زیاد انکشاف بتین باز بایدتان میمانه. خب اولش مکعب یعنی نشه بکنیم، اول
به فرمتش مندازیم باز نتیجه گیری میکنیم. مثل کلبتان دو نیست که مستقیم جواب بگیرید، در یک بار همه قسمتش یک بار نوشته بکنید از جنس A و B. خب این تو مکعب یعنی A مکعب منفی سه A مربع B، سه A مربع A مربع یعنی دو X مربع B چیه؟ سه Y. این تو بین قوسک ها بگیریم مثبت باز سه A B مربع A چیه؟ دو X B چیه؟ سه Y کل مربع. آخرش چی؟ B مکعب یعنی سه Y کل مکعب. نتیجه آخرش امیر که نشته کردیم ببینیم A است B است، A مربع منفی سه A مربع B مثبت سه A B مربع B مکعب نشته کردیم. خیلی ساده سادش میسازیم، دو بتانه سه هشت، باز اینجا را شش نشته نکنین. مکعب اول مربعاتش اول سه دو ششی تونه، البته دو بتانه دو چار، سه سه نو، چار نو سی و شش، یا سه چار دوزه، سه دوزه سی و شش، منفی سی و شش x مربع y. آخر مثبت اینجا سه بتانه دو نو، سه دو شش، شش نو پینجا و چار، یا ای تو سه ضرب سه بتانه دو بیست و هفت، دو بیست و هفت پنجا و چار x باز y مربع منفی سه بتانه سه بیست و هفت مشه با سه سه نو نگین، اینجا اشتباه نکنین مکعب. اینطوری انکشافش میدین. ای بود انکشاف باینوم ها، انکشاف دو حده ها بتوان سه. خب بتوان چار هم یه سوال حل میکنم درست بفهمین. خب بتوان چار یه سوال هم اینجا در نظر میکنم، سوال یازدهمیش ببینین A منفی B کل بتوان چار باشه چطور انکشاف امینجا اگر ببینین A بتوان چار علاوه منفی است منفی توان A ضربی ضربی چار، یک چار چار تقسیم تعدادش یک از چار، A یکی کم، A یکی کم B اضافه، درست شد. A بتوان چار بود بتوان سه شد، ولی مثبت توان A ضربی ضربیش سه چار دوزده تقسیم دو شش، A یکی کم B اضافه، یعنی توان A سه بود دو شد، توان B یک بود دو شد، مثبت بود منفی دو شش دوزده، دوزده تقسیم سه چار، شش بکنیم چار A یکی کم B اضافه، باز مثبت آخرش میشه یک چار چار، چار تقسیم چار چند شد؟ یک شد، A هم خلاص میشه، B تنها توانش چند میشه؟ چار. ای تو انکشافش میتیم، این نتیجه انکشاف A منفی B کل بتوان چار بود. خب بتوان پنج هم انکشاف میتیم درست بفهمید، یعنی طریقه عمومیش که براتون گفتم توان A ضربی ضریبش تقسیم تعداد، یعنی توان حد اول که A است ضریبی ضریبش تقسیم تعداد حدش، انشالله که یاد بگیرین درست بفهمین. خب من دیگه هم سوال نشته بکنم براتون، بتوان چار بود ولی بتوان پنج یک سوال حلش بکنیم. ببینیم سوال چندم، خب پنجم، A منفی B یا مثبت باشه کل بتوان پنج انکشاف از این چطوری میشه؟ ببینید مساوی توانش پنج است، بتوان پنج اما اولش مثبت، توان A ضرب ضرب پنج یک پنج تقسیم یک پنج، تعداد حدش تعداد حدش یک است، توان A پنج است ضرب A یک است تقسیم تعدادش تعدادش هم یک، خب پنج ضرب یک پنج، پنج تقسیم یک پنج، باز A و بیش جرمه ها. A و بیش A یک کم B اضافه به شکل همواج حرکت بکنه توان A و B. خب پنج خودش A بتوان چار B مثبت، A یکی کم شد B اضافه شد پیدا شد، توان A ضرب چار پنج بیست تقسیم دو ده، ده A بتوان سه B مربع، ببینیم مجموع توان ها بازم پنج میشه، دو سه پنج، یک و چار پنج، پنج خودش این تو. خب سه ده سی، سی تقسیم سه، سی تقسیم سه چند میشه؟ ده نه. خب آها ده A بتوان دو B اضافه سه میشه نه. خب مثبت دو ده بیست، بیست تقسیم چار پنج، پنج A یکی کم میشه B اضافه میشه، مثبت توان A یک پنج پنج تقسیم پنج یک، A هم خلاص میشه تنها B بتوان پنج. بعضا اعداد از مثلث پاسکال، پاسکال یه مثلث از اعداد انکشاف مطابقت ها و اختیاری همه مردم گذاشتن،
از او هم اکثریت استفاده میکنند. اما مشکل اینجاست که وقتی که یک مطابقت در تانی پنج انکشاف داده میشن، ما ضرور نیست که دانه دانه مثلث پاسکال شما تشکیل بدین، اعداد بیارین اینجا بگذارین، وقتی زیاد در کنکور میگره این میگه که اینجا نوشته کردم درست بفهمین، صحیح میفهمین. خب سوال پنجم، سوال ششم، سوال ششم یه سوال دیگه عمل بکنم براتون یا بس؟ خب سوال ششم باشه، حل کنم. اگر داشته باشیم x منفی 1 کل به تان 3، این تو نشانه گرد بکنم به خاطر از اینکه استفاده از یا خیلی زیاده در کنکور این سوال ها زیاد میاد، یعنی x منفی 1 یا a منفی 1 یا اینجا یکش x باشه یکش 1 باشه زیاد میاد سوال در کنکور که باید درست بفهمید. خب این کشاف بدیم x مکعب این تو مثبت منفی هست، منفی هست، منفی سه a مربع b، یعنی سه a مربع سه x مربع b ش 1 است، مثبت سه x b مربع 1 منفی آخرش هم b مکعب 1 مکعب. از جنس مکعبش انکشاف دادیم، ولی همه قسمت را ساده می‌سازیم، اینجا نشه می‌کنیم جواب نهاییش میشه x مکعب منفی سه x مربع مثبت سه x منفی 1. یعنی شما اصلا ایمه را بفهمید x مکعب منفی سه x مربع مثبت 3x مثبت 1 است، باید بفهمید که اصلا همین x منفی 1 کل به تان 3 است. باز همینطوری سوال را بخش تجزیه ها دوباره میخوانیم، از مشترک گیری حل میکنیم، این سوال دوباره به این میرسه، اینطوری باید درست بفهمید. خب سوال ششم، سوال هفتم، اینجا انکشاف بتون درست بفهمید. سوال ششم، سوال هفتم، سوال هفتمش اگر داشته باشیم چی داشته باشیم؟ یه سوال دیگه هم چه قسمی سوال؟ امیره مثبتش اینو شبه کنم چون نمیاد، خیلی مهمه x مثبت 1 کل به تان 3. یاره تو در نظر نمیگیرین سوالا که خیلی مهمه، اینا کنکور استفاده زیاد است. نشیش بکنم x مکعب مثبت 3x مربع 1 مثبت 3x 1 مربع مثبت 1 مکعب. ببینین خوب سوال حل بکنین یاد بگیرین x مکعب مثبت 3x مربع مثبت 3x مثبت 1 تو انکشافش میشه. خب به خاطر از اینکه یک مقدار کارکایتان ساده شوه، اگر انکشاف داده نتونستی یک طریقه دیگه خیلی ساده، به جای x چرا قیمت نمیگذارید؟ مثلا به جای x ساده ترین قیمت برای از اینجا اگر قراره که قیمت بزنید به جای x 0 وضع کنید، درسته؟ وقتی به جای x 0 وضع بکنید در خود سوال ببینید به جای x که 0 بگیم 0 جمع 1 1 1 بتانه 3 چند شد؟ 1 شد، نتیجه 1 شد. در چهار جواب هم به جای x قیمت بگذارید 0 بگذارید، 0 میشه 0 میشه 0 میشه 1 میشه، هر دوش با هم یکسان شد. این تیاگه پاس که باید بفهمید. اما وقتی که 0 قیمت گذاری بکنین مثلا اینجا 6x هم باشه 10x هم باشه بازم 0 میشه، بازم اینجا قسمت کلا 0 میشه باز 1 میشه. و خاطر از اینکه اشتباه نشه باز به جای x قیمتی خوبتر قیمتی ساده تر 1 بگذاریم، بسیار خوبش میاد. ببینیم به جای x اگر 1 بگذاریم 1 جمع 1 چند شد؟ 2. 2 به تان 3 چند؟ 8 شد. باز به جای x ها 1 بگذاریم، 1 مکعب 1 اینجا هم 1 اینجا هم 1 1 میشه، اینجا 3 میشه 3 میشه 1 میشه، 3 3 6 6 2 8 بازم 8 میشه. یا اگر دلتان طاقت نکرد اگر به جای x 2 بگذاریم باز دیگه سوال احتمال خیلی زیاد صحیح میآید. اما به خاطر از اینکه کاملا راحت باشین درس چرا صحیح یاد نمیگیرید، چرا صحیح کار نمیکنید، چرا سوال زیاد حل نمیکنین، سوال زیاد حل بکنین که یاد بگیرین. خب بجای x اگر 2 بگذاریم ببینین، بجای x 2 بگذاریم 2 جمع 1 ببینین 2 جمع 1 کل بتان 3، این طرف چی است؟ ایمی است، افاده است، در چهار جواب قیمت میگذاره. نه خب 2 بتان 3 چند شد؟ 8 شد. 2 بتان 2 چند شد؟ 4 شد، 3 4 12 شد، مثبت 3 2 6 شد، مثبت 1 شد. 2 1 3 شد 3 مربع 9 شد. همین تو نه 2 1 3 شد 3 بتان 3 27 شد. خب این طرف هم باید 27 شوه، میشه 27. ببینیم 8 و 12 20 میشه، 26 27 ببینیم 27. اما قیمتی که به خود سوال میگذارین اما قیمت به چهار جواب هم میگذارین یا به چهار جواب داده میشه، به چهار جواب میگذارین هر دوش که یکسان قیمت به خود گرفت اینطوری هم جواب گرفتن میتونین. یک طریقه شمیه، طریقه اصلی اصلی اصلش یاد گرفتن خودی درسه، مطمئن بودن خودتانه. بازم تشکر زیاد، سلامت باشین. این قسمت دوم انکشاف مطابقت ها بود براتون، گفتم باز انکشافش همین قدر البته. باز بخیر، ویدیوی بعدی
تجزیه را میخوانم تجزیه را براتون میگم تجزیه مطابقت ها که چطور مطابقت میکنه کلش میگم براتون ان شاء الله که یاد نگیرین درسایتون را تعقیب بکنین هیچ کسی ما را تعقیب کرده نمیتونه مثلا فکرتون باشین شما خودتون را تعقیب بکنین خودتون درس بخونین یعنی خودتون به خودتون کمک نکنین زحمت نکشین همه که میگن بدون زحمت راحت نیست ایرا وقت میفهمین که 50 چند ساله میشین 60 چند ساله میشین یا از دنیا میرین یا از دنیا میرین ما فایده نمیکنه مثلا هر لحظه که دارین زندگی میکنین زندگی بکنین راحت باشین یک مقدار خوش باشین یعنی با تب و تلاش میشین با انکشاف مغز میشین با انکشاف مطابقت میشین مطابقت انکشاف میتین مغزتون انکشاف میکنه خلاصه موضوع درس خواندنه موضوع خواندنه بخونین تا که دیگران را خوانده بتونین وقتی که چهار دروازه خود خوانده تانستین اون وقت است که باز خوانده میتونین مشکل نمیمونه بهتون یک وقت راحت زندگی میکنین باز بازم تشکر بسیار زیاد از همه تون از هر لحظه تون که شما دارین درس بخونین بازم تشکر خداحافظتون وقت خوش